به یاد انقلابی کوچک شهید قیام دانیال پابندی. ساکت ساکت بده دل بابای بشه ساکت بده تو کنجا آبان ساکت بابا جما بینو بیمار سونه تا میرسه مایی شهید داری. بله این من بودم که اون شب با گلوله مزدوران خامنه ای شهید شدم. دانیال پابندی نوجوان 17 ساله از سقز. من کودک کار بودم. به خاطر وضعیت خانواده‌ام تحصیلات رو ادامه ندادم. من از 12 سالگی وارد کار شدم. رفتم شاگرد مکانیکی و به این کار علاقه زیادی هم داشتم. تنها سرگرمی من فقط کار بود و کار. من از عمر کوتاه هم جز کار و زحمت چیزی نفهمیدم. برای همین تو این سن کم فقر و محرومیت رو خوب لمس می‌کردم. من درد همه کودکان کار رو حس می‌کردم. هفته آخر مریض شده بودم و نتونستم سر کار برم، اما پول شاگردیمو ندادن و دو روز بود که از کار بیکارم کرده بود. آرزو داشتم که روزی بیاد دیگه هیچ کودکی مثل من مجبور نباشه به جای درس خوندن کار بکنه. من هر بار که میشنیدم یکی رو زندانی کردن یا کشتن خونم به جوش میومد. آرزو داشتم که در آزادی زندگی کنم و شاهد این همه ظلم نباشم. شب 25 آبان شهر ما که زادگاه شهید مهسا یک پارچه خروشید. همه جای شهر جوونا و نوجوونا دور آتش‌ها حلقه زده بودن و شعله‌ها از هر کران پیدا بود. اون شب مزدورای خامنه‌ای وحشیانه به ما حمله کردن. من تو محله کریم‌آباد گلوله خوردم. به پیکر نحیف من 6 گلوله جنگی شلیک کردن. منو بردن بیمارستان تامین اجتماعی، اما من اون شب ترکشیدم. مزدوران رژیم میخواستن جنازه منو بدزدن. مردم اومدن جلوی بیمارستان رو سنگربندی کردن و نظر منو بدزدن. روز بعد در حلقه سرکوبگران پیکرم رو تو آرامستان آیچی به خاک کردستان هدیه کردن. اون روز حکومت نذاشت که مردم برای خاکسپاری هم بیان، اما روز 40 هم مردم شهرمون جبران کردن و مراسم پاشوکی گرفتن. اون روز مردم شعار میدادن از روزی که من شهید شدم یه روز هم نبود که من تنها باشم. بعضی وقتا داداش بزرگم میاد پیشم، عکس منو میبوسه و با هم حرف میزنه که من احساس تنهایی نکنم. بعضی وقتا مادران شهیدان دیگه شهرمون میان پیشم. اونا میدونن که مامانم برای من خیلی دلش تنگ شده. برای همین خیلی وقتا میرن پیشش که تنها نباشه. در آخرم میخوام از پدر زحمتکشم بگم که اونم مثل من کارگر بود و تمام عمرش در حال کار برای چرخوندن چرخهای زندگی ما. خیلی هوای منو داشت. بعد شهادت هم گفت موچه مردم نه ها بیبم ای بابا والا من نه مقصر نکم ده بخبر اوام دی نکم امو گناه حقیش اگه زمان اما بخوی بگره من ندسم درسو من نمتوانی باش خوشیه ببینی لذن نامر دلی دلی باب یعنی پجوه بو بی پلاک. بله میدونم که شهادت من اونم تو این سن داغ سنگینی بر دل پدر و مادرم گذاشته، ولی مطمئنم که خون به ناحق ریخته من هرگز آخوندها رو امان نخواهد داد که شب سیاهشون رو سحر کنن. به زودی با قیامی گسترده تر سرنگون خواهند شد. شهید بوزا می دیرال جارگه موقفنا علی براب بارگه بدوا هناسا بدوا ضربیتو موخی نگاشی رشای ناوگو